آیا می توان این گسست را پر کرد و فهمید که این ستونهای عظیم تخت جمشید را چگونه روی هم سوار کردند؟ بقایایی در تخت جمشید وجود دارد که می تواند در یافتن پاسخ ما را یاری دهد. دروازه نیمه تمام. خوشبختانه این شاهدیه بر یک فرایند مهندسی که یک بیننده میتونه به دقت تمام مراحل رو ببینه. هنوز پرداخت کامل صورت نگرفته. قطعات در هیئت کلی پرداخت شده، آورده شده اینجا، با علائم مهندسی روی هم قرار گرفته و قرار بوده که مراحل بعدی انجام بشه. بنابراین شما میتونید تمام ظرافت‌ها و مراحل یک کار از اول تا آخر رو ببینید. با گذر از دروازه نیمه تمام، قلم ستون‌های از 2500 سال پیش خودنمایی می‌کنند. این زاهدها بهترین در واقع شاهده که این برجستگی‌های سنگ کمک می‌کرده که می‌تونستن اینو بسته‌بندی می‌کنن و می‌تونستن اینو حمل بکنن و جایی که می‌خواستن انتقال بدن ببرن. برگرهای فلزی یافت شده در کاوش‌های تخت جمشید درستی این نظریه را تایید می‌کند. در تخت جمشید جره ثقیل به کار برده می‌شد، از چوب بست و جره ثقیل. شما همین قرقره‌هایی که مبنای جره ثقیل هست که شما می‌تونید نیرو نصب بکنید صلب اینجوری تا اتاق بدید، در لرستان هم پیدا شده است به صورت مفرقی. این هم یه ماشینیه، این هم باز ماشین تبدیل انرژی است. استفاده از ماشینی با نام قرقره مرکب از حدود 600 سال پیش از میلاد مرسوم بوده. قرقره مرکب ستایی مزیت مکانیکی 3:1 دارد، یعنی با 1 کیلوگرم نیرو میتوانیم 3 کیلوگرم بار را بلند کنیم. میتونیم فکر بکنیم که برای بالا آوردن یه باری به وزن 18 تن اینا از یه قرقره مرکب ستایی استفاده کردن. این رو با یه وینچی با محور افقی که مزیت مکانیکیش 4 هست تلفیق کردن. این مجموعه رو با یه وینچی با محور قائم که مزیت مکانیکیش 5 هست تلفیق کردن. وینچ با محور قائم با 6 تا کارگر به حرکت در می اومده، هر کارگر نیروش 50 کیلوگرم بوده. به این ترتیب این مجموعه ایجاد شده یه نیروی به اندازه 3 ضرب در 4 ضرب در 5 ضرب در 6 ضرب در 50 کیلوگرم نیرو رو ایجاد میکرده که میتونسته یه باری به وزن 18 تن رو بالا ببره. فرضیه قابل بررسی دیگر برای نحوه نصب این ستون‌ها استفاده از داربست‌های محکم به همراه برقره مرکب است. پروژه شمال شرقی دوازده صد ستون هستیم که همینطور که ملاحظه می‌کنین داربستی طراحی شده که قطعات وزین 25 تن رو بتونه به راحتی در جهت عمودی و در جهت افقی حرکت بده با جرثقیل‌های دستی. هخامنشی‌ها هم همین کارو می‌کردن. هخامنشی‌ها هم پس از برپا کردن داربست‌های چوبی میتونستن با قرقره‌های متعدد این قطعات وزین رو در ارتفاعات نصب بکنن. و بدین ترتیب مهندسین ایرانی با استفاده از این امکانات توانستند آفرینندگان چنین شکوه و عظمتی باشند.
ساخت شدن سکوی 12 هکتاری تخت جمشید در زمان داریوش یکم یکی از شگفتی‌های مهندسی است.